سلام دوباره با شما هستیم اینجا در تلویزیون فارسی بی بی سی این بخش خبر رو دقایقی زودتر شروع میکنیم به دلیل خبر فوری که دقایقی پیش به دستمون رسیده چند وبسایت خبری نزدیک به حکومت ایران از ترور یکی از چهره های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در نزدیک تهران خبر دادن محسن فخریزاده زاده مهابادی از سوی ناظران برنامه اتمی ایران و دستگاه های اطلاعاتی غربی به عنوان پدر برنامه هسته نظامی ایران شناخته می شد و حالا گفته شده که او در منطقه آبسر دماوند در نزدیکی تهران ترور شده این خبری است که دقایقی پیش به دست ما رسید چند رسانه در داخل ایران از ترور محسن فخریزاده مهابادی چهره ارشد در برنامه هسته ایران در منطقه آبسر در نزد نزدیکی دماوند در تهران خبر دادند اینجا در استودیو همکارم امید پارسانجاد با من هست تا اطلاعات بیشتری رو که از این خبر به دست ما رسیده به ما بگیم امید ظاهرا اتفاقی که افتاده اینطور که رسانه ها ایران میگن در اثر یه تیراندازی شده در واقع کسانی که عامل تروریشون بودن به سمت خودرویشون تیراندازی میکنن و درگیری درگیری مسلحانه اتفاق افتاده اینطور که رسانه ها ایرانی میگن یک خودرو هم منفجر شده که ظاهرا خودروی دومی بوده یعنی یک طرح پیچیده بوده و چند دقیقه پیش من دیدم که تصمیم نوشته بود که علاوه بر آقای فخری زاده چند نفری دیگه هم کشته شدن که هویت اونها هنوز روشن نیست برای مقامات ایران بنابراین ما نمیدونیم که آیا رهگذران بودن آیا تیم محافظت از آقای فخری زاده بوده آیا کسی از مهاجمان هم در بین کشته شده هست یا نه آنچه که تا, آ... تا, این لحظه از چگونگی حادثه منتشر شده اینه که یک درگیری مسلحانه اتفاق افتاده حداقل یک خودرو هم منفجر شده و آقای فخریزاده در اثر اصابات گلوله مجروح شده در بعضی از گزارش ها حتی گفته شده بود که بلافاصله هم کشته نشده ولی نتونستن احیا کنن و بعد از مدتی باشگاه خبرنگاران جوان با به صدا و سیما در خبر کوتاه این زمین که در این زمینه منتشر کرده از آقای فخری زاده مهابادی به عنوان دان... یکی از دانشمندان موثر و رد بالای حوزه تحقیقات علمی نام یک تصویری هم الان منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان که اولین تصویری هست گویا که از محلی که گفته میشه این ترور صورت گرفته ساعت البته فکر کنم که بعد از ظهر تهران هست این تصویر منتشر شده خبرگزاری فارس هم امید گفته که محسن فخری زاده به وسیله انفجار و شلیک مورد سوء قصد قرار گرفته و تلاش برای مداوای او وسایر مجروحین ادامه داره خب پس به نظر میرسه که این حادثه در این حادثه زخمی شدند و به گزارش فارس در بلوار مصطفی خمینی شهر این اتفاق رخ داده یکی از 500 فرد قدرتمند جهان شمرده شده شناخته شده بود آقای فخری زاده بیشتر در مورد چه آقای فخری خیلی چهره مرموزی به یک معنا بود به این معنا که حتی تصویر تایید شده از او تا همین چند وقت پیش وجود نداشت یک کسی بود که سازمان بینومنالی انرژی اتمی در وقتی که داشتن برنامه هسته ایران رو مذاکره میکردن و سعی می کردن مسائل باقی حل کنن بارها خواستار دیدار با آقای فخریزاده شده بود و ایران مقاومت میکرد و یکی دلایل اینکه او نام آقای فخریزاده هم در بین تحریم شدگان بود همین هست آقای فخرزاده رو دستگاه اطلاعاتی غربی آمریکایی اسرائیلی به عنوان پدر برنامه هسته‌ای نظامی ایران معرفی می‌کردن او استاد فیزیک دانشگاه امام حسین بود که وابسته به سپاه پاسداران هست و دو تا مؤسسه رو مسئولیتش رو به عهده داشته در طول این چند سال که هر دوی اینها در, در واقع در بحث برنامه هسته ایران و اون جنبه نظامیش مورد سوء زن بودن یک مؤسسه فیزیک بود در شمال تهران که وقتی که خواستار بررسی اونجا شده بود سازمان انرژی اتمی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ایران مخالفت کرد و بعد وقتی اجازه داد که بازرسان آژانس بدن اونجا که گفته شده بود که بخش زیادی از خاک که اونجا رو برداشته بودند و منتقل کرده بودند با این وجود بازرسان آرژانس گفتند که نشانه های از وجود مواد رادیواکتیو در اونجا دیده شده علاوه بر این بعد, بعد از اینکه برنامه هسته ایران تقریبا اون بخش نظامیش به تایید دستگاه امنیتی آمریکایی اطلاعاتی آمریکا متوقف شد در یک مرحله ای ام، یک سا... یک مؤسسه دیگری پجروش های دفاعی آقای زاده درش مسئولیت پیدا کرد که اون سازمان هم مورد سوء زن دستگاه امنیتی و اطلاعاتی غربی بود که آیا در حوزه در واقع نظامی کردن برنامه هسته ایران دارن روش مطالعه انجام میدن یا نه